لنت ترمز، لنت تو اینجا میگه آسبست، لنت ترمزی که چینی ها به قیمت ارزان به ایران میفروشن از آسبست بالا برخورداره و در نتیجه سبب شده که مقدار زیادی از آلودگی هوا در اثر همین لنت ترمز در ایران پخش شده. و خیلی از چیزهای دیگه هم یعنی گرامی، منتها در مملکت بیدر و دروازهی که شما فقط وظیفه داری از اون رئیس روزخانه تعریف کنی، هر جنایتی دیگه بکنی مهم نیست، فقط اون آقا رو بعد اون بالا داشته باشی. برای همین هم هست یه عده از این آدم هایی مثل احمدی نژاد مثلا که اگر واقعا تو اون مملکت باید شغلی به کسی داده میشد، حالا در یه مملکت عادی، نه اونجا، اونجا که اراذل و باشن، احمدی نژاد آخرین شغلی که باید پیش میدادن این بود که در یک برزنی تو شهرداری کار میکرد، حالا بردن کردن رئیس جمهور. نتیجه چی شده؟ اقتصاد در هم پیچیده شده، سیاست در به داغونه، کسی که میگه آبو بریزین اونجا که میسوزه بکنی رئیس جمهور. برای اولین بار در تاریخ دنیا یه رئیس جمهوری بلند میشه میره توی دانشگاه در یک کشور دیگه، رئیس اون دانشگاه همطور که در آمریکا دیدی توهین میکنه به رئیس جمهور، چون میدونه اون منتخب مردم نیست، بهش توهین مستقیم میکنه و این مردک میشینه و نمیره از جلسه بیرون. بعدم میگه این کمک آقا امام زمان بود، به من گفت بیش این جواب اینا رو بده، که نتونست بده. همون جلسه بود که گفت ما در ایران جی نداریم، در حالی که اگر رفته بود حوزه‌های علمیه پر بود. اینه همینو نگرم، مملکتی که هیچ در و دروازه‌ای نداره، آدمایی که در رأس کارن خبره نیستن، آگاهی ندارن، در همه زمینه‌ها پیشرفت که چه عرض کنم، پسرفتم چه عرض کنم، عقبگرد و پسرفت تا 2000 سال عقبتر. نتیجهش اینی که میبینید در همه زمینه‌ها کی بود کی بود، من نبودم، این تقصیر رو اون میندازه، اون تقصیر رو اون میندازه، و همه هم میگه مقام معظم رهبری گفته بودن ها ما به اینجا میرسیم، ولی کسی گوش نکرد. یکی از این سرداران محترم اسلام گفته که اگر کسانی هستن که در دفاع از ولایت فقیه خوابن، ما با لگد اونا رو بیدار میکنیم. اینجا گوش کنین، اسدی، سردار محمد جعفر اسدی، معاون بازرسی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، در سخنرانی خودش با اشاره به شرایط سیاسی کشور گفت فتنه سال 88 درس‌های بزرگی برای ما داشت، از جمله اینکه اگر کسی در دفاع از ولایت خوابش ببرد، با لگد دشمن بیدار می‌شد، و در فتنه 88 دیدیم که برخی خواب ماندن. ترجمه کردیم اینه، در این مملکت شما هر کاری میتونید انجام بدید، فقط یادتون باشه باید از رئیس روزخانه ها تعریف کنید، باید حالا در یه همچین شرایطی فکر کنید که فقر و بیچارگی همه مملکت گرفته، در اثر اختلافات بین رئیس مجلس و احمدی نژاد، آقای احمدی نژاد گفته که ما 500,000 نفر کارمند میخوایم استخدام کنیم. یه جریان جالبیه، گوش کنید به این فیلم هم میانان گرامی که مال بی بی سیه و ببینید چی شده. برای این که میخواد کاری بکنه که وقتی که 3 ماه 4 ماه دیگه از ریاست جمهوری رفت کنار، مملکت رو به کلی فلج بکنه با لجبازی با رئیس روزخانه. میگه اختلاف دولت و مجلس بر سر استخدام 500,000 نفر، نگاه کنید. مهرآفرین نام جدیدترین مصوبه بحث برانگیز دولت محمود احمدی نژاد است. طرحی برای استخدام لشکری از کارمندان جدید که 7 ماه مانده به پایان عمر دولت تصویب شده است. این طرح وقتی خبرساز شد که پای مجلس به میان آمد. علی لاریجانی رئیس مجلس ایران 10 روز پیش مصوبه دولت برای استخدام 1500 نفر در نهاد ریاست جمهوری را غیر قانونی خواند. این مصوبه روز 29 آذر ماه در هیئت وزیران تصویب شده بود.
در روزهای اخیر مجلس متوجه شده که در همان روز مصوبه دیگری به نام طرح مهرآفرین هم به تصویب دولت رسیده که اجازه استخدام حدوداً 500,000 نفر را می‌دهد و حالا بحث بالا گرفته است. محمد رضا خباز عضو هیئت تطبیق مصوبات دولت در مجلس گفته دولت می‌خواهد به صورت غیرقانونی حدود 500,000 نفر از کسانی را که در 7 سال گذشته به نوعی با دولت همکاری داشتند استخدام کند. احمد توکلی نماینده دیگر مجلس گفته این اقدام دولت هم میگوید مهرآفرین در راستای دستورات رهبر است برای تقویت واحدهای اداری، اشتغال زایی جوانان نخبه و استخدام خانواده های ایثارگر، شهدا و جانباز. اما دلیل این واکنش های تند مجلس به استخدام های دولتی چیست؟ شمار کل کارمندان دولت با در نظر گرفتن همه انواع قراردادها حدود 2.5 میلیون نفر است. این عدد را ریاست جمهوری ایران اعلام کرده و اضافه شدن 500,000 نفر یعنی افزایش 20% تعداد کارمندان دولت. روی دیگر سکه افزایش سرسام‌آور هزینه های دولت است. اگر 500,000 کارمند جدید حداقل حقوق را بگیرند، هزینه های دولت حداقل ماهی 200 میلیارد تومان افزایش پیدا می کند. با در نظر گرفتن مزایا و هزینه های دیگر این عدد می تواند بسیار بالاتر رود. همین حالا هم حقوق و مزایای کارمندان هزینه سنگینی بر دوش دولت است. پارسال این هزینه بیش از 31,000 میلیارد تومان بوده، یعنی حدود 1/5 کل بودجه عمومی دولت. و نگرانی مجلس هم از همین هزینه هاست که عملاً بر دوش دولت آینده می افتد. اگر یه ملتی ثروت داشته باشد، از طرفی منتقدان دولت در مجلس می گویند این اقدام در آستانه انتخابات یک تصمیم سیاسی است، یعنی از یک طرف جذب نیروهای وفادار به محمود احمدی نژاد در بدنه دولت و از طرف دیگر افزایش محبوبیت دولت میان گروه‌های از جامعه. از سوی دیگر اقدام دولت بازگشت راه رفته است. دولت‌های ایران از اوایل دهه 70 تلاش کردند کارمندان خود را تعدیل کنند. در پس این تعدیل نیرو تفکری وجود داشت که تا برنامه 4 توسعه دنبال شد. کاهش تصدیگری دولت در اقتصاد و کاهش وابستگی معیشتی نیروی کار به دولت. این برنامه قرار بود با تقویت بخش خصوصی و خصوصی سازی کامل شود. اما از سال 1384 با روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد دولت عملا سال به سال هجیم‌تر شد و حالا بعد از 7 سال دولت سند افزایش 20% شمار کارمندان خود را هم امضا کرده. علی قدیمی، BBC. خب همینان گرامی، گزارش دیدید دیگه، لجبازیه این کاری بکنه که بعد از رفتنش رژیم به زانو در بیاد وضع ما به کجا رسیده. حالا در یک همچین شرایطی که وضع اقتصادی اصلا وحشتناک شده در ایران، تمام سازمان‌های بین‌المللی دارن با آمارای خودشون نشون میدن که از نظر اقتصادی ایران جزء عقب افتاده ترین کشورهاست، یعنی ورشکسته ترین اونها. در یه همچین شرایطی ببینید آقای موحدی، محمد علی موحدی کرمانی، امام جمعه تهران که رفته به نمایندگان مجلس درس اخلاق بده، هر هفته یکی از این امام جمعه ها میره در مجلس به نمایندگان درس اخلاق میده، ایشون رفته درس اخلاق بده، گفته آقا این خرافات داره مملکت ما رو به زانو در میاره. حالا خرافات که ایشون اشاره کرده چیه؟ اینه که آقا این چهارشنبه سوری جزء خرافات و اینا برای مملکت خطرناکه، برای اسلام خطرناکه، باید جلوی این سنت های عقب افتاده و خرافی رو گرفت. نوشته بود گزارش ایسنا، آقای موحدی کرمانی در ابتدای جلسه علنی مجلس گفته در کشور ما بعد از 30 چند سال انقلاب و زنده شدن عقول، یعنی عقلها، برخی خرافات همچنان به چشم می‌خورد. و یکی از این خرافات را مراسم چهارشنبه سوری دانسته و از اینکه مقام‌های جمهوری اسلامی برای ریشه کن کردن این مراسم اقدام جدی نمی‌کنند انتقاد شدید کرده. خب خدا رو شکر همه کارا درسته، فقط یکی دو تا مشکل داریم. یکی از اینا همین جریان چهارشنبه سوریه که به امید پروردگار توانا و دانا این مشکل هم به زودی تحت توجهات روزخانه ها حل خواهد شد. اما همین انانی گرامی،
در برنامه امروز من گفتگو میکنم با یکی از خانم‌هایی که بسیار در آلمان مطرح هست در رسانه‌های گروهی این کشور و در هر حد در بین ایرانی ها هم همینطور، خانم نسرین بصیری. من خانم نسرین بصیری رو سالهاست میشناسم، از زمان فعالیتم در دویچه وله صدای آلمان با اسم ایشون با فعالیت های ایشون آشنا بودم. این برنامه مردانه ما متاسفانه در آمریکا سبب شده که من همیشه در جستجوی این بودم که یه شخصیت، یه خانومی که بتوانه واقعا اون شخصیت زنهای ایرانی رو به معنی واقعیش نشون بده. بالاخره خیلی ها بودن، البته میخوام بگم که خیلی ها بودن و من به همه دسترسی نداشتم، همه رو دقیقا نمیشناختم، ولی چون خانم بصیری دورا دور میشناختم یه روز باشون تماس گرفتم و پرسیدم ازشون که خانم بصیری شما حاضر هستید که با برنامه من همکاری کنید؟ مثل که ایشون اصلا برنامه من ندیده بودن. در هر صورت با همدیگه صحبت کردیم، خانم بصیری بعدن گویا برنامه من دیدن، یه جواب جالبی دادن، به من ایمیل کردن و یه نکاتی رو متذکر شدن که من در همون تلفن بعدی که بهشون کردم راجع به این موضوع صحبت کردم. از جمله این که ایشون گفتن من برنامه شما رو دیدم، شما به عنوان یه روزنامه‌نگار بی‌طرفی رو در برنامه‌تون به اصطلاح عمل نمی‌کنین بهش، بلکه شما جهت‌گیری داری، جهت‌گیری سیاسی داری. من خدمت خانم بصیری عرض کردم که بله اینطوریه، من خودم تو دویچه وله کار کردم، اون موقع تمام این شرایط روزنامه‌نگاری یعنی بی‌طرف بودن رو مراعات می‌کردیم ما، اما ما در یه شرایط استثنایی هستیم، ما یه بختکی به اسم جمهوری اسلامی بر سرمون افتاده. اینا رو نگفتن البته، خانم بصیری الان میگه به اسم جمهوری اسلامی افتاده بر سر ملتمون که همون اون بختک سبب شده خانم بصیری که استاد دانشگاه بودن، دکترای روانشناسی بودن و باعث افتخار اون مملکت بودن، باید در اونجا جوانهای مملکت ما رو تربیت میکنن، از راه کوه فرار کردن اومدن آلمان و در آلمان فعالیت کردن، درست جایی که قدر کارهای ایشون نمیدونن. به همین دلیل هم ایشون برنامه سازی کردن، جزء روزنامه نگاران مطرح بودن، از معدود خارجیانی هستن که با اشپیگل همکاری دائم دارن، مجله معتبر اشپیگل آلمان که معروفیت جهانی داره. حالا خوشبختانه خانم بصیری موافقت کردن که گاهگاهی که فرصت دارن در برنامه من باشون صحبت بکنم و امروز اولین روزیست که من با خانم بصیری صحبت میکنم در اطراف مسائل مربوط به زنان، مسائل حقوق بشر، فعالیت‌های خودشون در آلمان. خانم بصیری نازنین درود بر شما. سلام آقای فرجی، خیلی ممنون از تعارفات شما. من تعارف نمی کنم خانم بصیری، من دارم چیزایی که میدونم از شما و خودتونم بهش اشاره کردید میگم. چیزی شما اضافه دارید بر این صحبتایی که من راجع به خودتون کردم؟ ولی من روانشناسی نخوندم، علوم سیاسی خوندم. ببخشید علوم سیاسی، من یه خورده قاطی کردم اینجا، معذرت. اشکالی نداره، ولی در ضمن منم ایرادی به شما نگرفتم، بلکه نمیدونستم که آیا من برای برنامه شما در حقیقت جالب هستم یا نه. خیلی خیلی خانم، خانم بصیری نازنین، شما فعالیتاتون به جز فعالیتهای برنامه ریزید برای رادیو و تلویزیون که مدتی همکاری میکردید و همکاریتون با اشپیگل در چه زمینهای دیگه هست؟ من کارم توی دانشگاه هنر آلمانه، من مسئول برابری حقوق زن و مرد هستم در دانشگاه آلمان. خانم بس در چه زمینه‌هایی با اشپیگل همکاری میکنید؟ خیلی معذرت میخوام، من تلفن رو بستم ولی نمیدونم. تلفنتون رو باید خاموش کنید. بله بله بله، اگر یک دقیقه به من فرصت بده من الان اینو خواهش میکنم. من یه مقدار توضیح میدم تا شما تلفنتون رو خاموش بکنید. دوستان گرامی ببینید، من همیشه مایل بودم که برنامه‌ام از این شکل مردانه بیاد بیرون، با خانم‌هایی که در زمین‌های مختلف، چون میدونید زنان میهن ما چه در داخل و چه در خارج نقش بسیار تعیین کننده و حساسی دارن و حیفه در این شرایطی که حتی مبارزه در داخل میهن ما به وسیله خانم‌ها رهبری میشه و زنان ما در تمام زمین‌ها در جهان نشون دادن که پیشقراولتر از مردا هستن در خیلی زمین‌ها، خیلی لازم بود که من در این برنامه از این شکل مردانه میومدم بیرون و همونطور که عرض کردم خیلی خوشحالم که
با خانم بصیری صحبت میکنم. خانم بصیری مثل که تلفنتون قطع شد، درسته؟ حالا میخواستم به شما بگم که من در این دانشگاه مشاور رئیس دانشگاه هستم، یعنی در تمام دانشگاه های آلمان یک مسئول برابری حقوق وجود داره، به خاطر اینکه تعداد استادای زن توی دانشگاه ها بسیار کم هستن، یعنی یه چیزی حدود بین 10-20% هستن، تو بعضی از دانشگاه های فنی بازم کمتره تعدادشون، و برای همین قانون در نظر گرفته که هر دانشگاهی مجبور باشه که یه نفر مسئول برابری حقوق داشته باشه، که اینها کارهای مختلفی دارن، از جمله میگم مشاور رئیس دانشگاه، و در تمام نشست‌هایی که تصمیم گیری میکنن توی دانشگاه باید شرکت کنن، و از جانب یعنی سعی کنن که یه نوعی تعداد استاد زن بیشتر بشه، و یه بودجه‌ای هم هست که ما باید خرج کنیم برای اینکه تعداد استاد زن بیشتر. خب خانم بصیری، از شما الان با اشپیگل چه نوع همکاری دارید؟ در چه زمینه‌ای؟ برای من در زمینه ایران همکاری میکنم و بیشتر در مسائلی شرکت دارم که به حقوق بشر مربوط میشه، یعنی هر جایی بشنوم ببینم که حقوقی از مردم ایران سلب شده، که طبیعتاً تعدادشون زیاده، در صورتی که پیشنهادم مورد توافق قرار گیره، چون من کارمند اونجا نیستم، من همکاری آزاد دارم، البته فقط مسائل سیاسی و حقوق بشری نیست، مسائل اجتماعی هم هست. مثلا ما دو بار در شپیگل یک مسئله مفصل‌تری آوردیم که افرادی که تو ایران زندگی میکردن، چون ما فکر میکردیم که براشون شاید خطر ایجاد بشه و شاید دوست نداشته باشن، سعی کردیم که یک چیز بی‌طرفانه تری مثل روزانه ها رو از اینا خواهش کنیم برای ما بنویسن، آدم هایی که بعضیشون ممکن بود فعالیت حقوق بشری داشتن بعضی نداشتن، و اینا رو سعی کردیم که یک روزانه هایی رو ازشون بخواهیم بنویسن و اینجا منتشر کنیم، که این کار کردیم، که متاسفانه نسخه نیستودم بعد از این ماجرا، یکی دو ماه بعد از این ماجرا دستگیر شد که برای ما روزانه هاشو نوشتن. خانم بصیری عزیز، شما در این قسمتی از نامه کوتاهی که به من نوشته بودید نوشتید که از ایران از راه کوه فرار کردید و آمدید به غرب پناهنده شدید. همه ما میدونیم که الان چه شرایطی حاکم بر میهن ماست، به خصوص در مورد زنهای مملکت ما. شرایط پذیرش پناهنده و مهاجرم الان در تمام کشورهای جهان میبینیم که روز به روز سختتر و سختتر و سختتر میشه، و در ضمن ما به شارلاتان بازی های جمهوری اسلامی هم آشنا هستیم، میدونیم که اینها از همین وسیله پناهنده شدن ایرانی ها سوء استفاده کردن، درست آمدن مدارکی درست کردن، عده از عوامل خودشونو به اسم پناهنده فرستادن و کاری کردن که راه رو بر پناهنده های واقعی بستن. در این شرایط چه فعالیتی میشه کرد که به غرب تفهیم کرد که عده زیادی از کسانی که در ایران جانشون، به خصوص زنان میهن ما، جانشون در خطره، اینا رو بشه بهشون پناهندگی داد، به عنوان مهاجر اینا رو پذیرو؟ چه راهی شما با تجربیاتی که دارید میشه پیش راه این دولت ها گذاشت؟ من فکر میکنم که زنانی که توی ایران مشکلاتی دارن وقتی به اینجا بیان به هر حال پس فرستاده نمیشن، یعنی اینها میتونن در آلمان بمونن حتی اگر بهشون پناهندگی ندن، البته شرایط بسیار مشکلی خواهند داشت، یعنی ممکنه مثلا 5-6 سال به طور بلا تکلیف اینجا زندگی کنن، ولی غیر از معدود مواردی که شاید به ناحق آلمان کسی رو پس فرستاده، ولی به طور کلی کسانی که احتمال خطر براشون وجود داشته باشه رو کشور اروپایی کمتر پس میفرستن. ممکنه شرایط بسیار بد و غیر انسانی حاکم باشه، چون تو آلمان هم هست، یعنی قوانین ضد پناهنده دارن که مثلا پناهنده ها از این محیط خاصی نمیتونن خارج بشن، یعنی بعد در یه محدوده خاصی زندگی کنن، مقدار پولی که در اختیارشون گذاشته میشه بسیار اندکه، و تمام اینا باعث میشه که اینها خیلی روحیه بدی پیدا کنن، بیشتر در دهات و جاهای دور افتاده میفرستن اینها رو، و خلاصه شرایط بسیار بسیار سختی دارن. ولی اینی که کسانی که رو پس فرستادن که جانشون در خطر باشه، اینو من باهاش
کمتر مواجه شدم و تقریبا میتونم بگم مواجه نشدم. ولی این که شما اشاره کردین که جمهوری اسلامی آدم خودش میتونه بشه که پناهنده بشه، این به هیچ وجه دلیل این نیست که آلمان بنابراین پناهندهای دیگر رو پس بفرسته، چون و منم استقبال نمی کنم از اینکه ما توصیه‌ای بکنیم به دولت آلمان که حالا مثلا بیاد بفهمه که کدوم پناهنده واقعی هستن کدوم نه و احتمالا اونا رو پس بفرسته، برای اینکه به هر حال دولت آلمان خودش این کار رو می کنه، یعنی دولت آلمان خودش علاقه داره بدونه که کی واقعا در خطر کی نیست. و من فکر می کنم همطور که این افراد که میان اینجا که جاسوسان رژیم هستن از طرف کانون‌های ایرانی از طرف احزاب ایرانی شناسایی نمیشن، به همین ترتیب هم از جانب دولت آلمان و کسانی که در حقیقت دادگاه‌های آلمان یا کسانی که سعی می‌کنن بررسی کنن ببینن کی حق داره که اینجا زندگی کنه کی یا کی نه، نمیتونن تشخیص داده بشن و این چیزی هستش که چاره‌ای نداره، یعنی ما نمیتونیم به این هوا بدیم که خب یعنی اینا یه دست و سنجشی ندارن ببینن کی جاسوسه و کی نیست. خانم بصیری عزیز، شما به عنوان یه روزنامه‌نگار ایرانی، یه ژورنالیست ایرانی که فعالیت می‌کنید در نشریات مهمی مثل اشپیگل و فعالیت دارید در زمینه حقوق بشر و فعالیت‌های زنان میهن، ما خب شرایط زنان ایران رو می‌دونید، تماسی هم دارید با احزاب عمده آلمان و زنانی که در این فراکسیون‌های احزاب هستن؟ حالا فرق می‌کنه، البته زن‌ها بیشتر روی این حساسیت‌ها میتونن انگشت بذارن، با اونا تماس دارید و اونها رو در جریان وقایع ایران اونطوری که واقعیت داره قرار میدین؟ بله، ولی به هر حال وقتی آدمی مثل من طبیعتا محدوده، چون من اینجا ناچارم کار کنم، من که زندگی مو به درونم، ولی تماس هایی دارم و با سازمان هاشون فعالیت هایی دارم، یعنی مثلا اینجا یه گروهی هست به اسم گروه فراحزبی که در پارلمان برلین اون زمان بود که نماینده های احزاب توش بودن، یعنی سخنگویان امور زنان احزاب مختلف توش بودن، وزرا زن برلین توش بودن و این اسمش به آلمانی اگه بگم اوبر پاتلیش فران اینیتیتیو که من تو اونم یه مدتی فعالیت میکردم و تماس های زیادی دارم با زنان آلمانی که در حقیقت حساسم و مسائل من و به اطلاعشونم تا اونجا که در توانم باشه نمیگم همیشه ولی به اطلاعشو میرسونم، ولی از طرفی هم خیلی این راحت نیست که اینا را آدم سعی کنه که به جایی بکشه که فعالیت خیلی مهمی تو زمینه برابری حقوق زن تو ایران بکنم، چون همه این چیزا جدیدی نیست، حتی زندانی شدن افراد، حتی اینکه در معرض اعدام هستن و به هر حال باید به این دلیل ناامید نشیم و سعی کنیم ادامه بدیم. خانم وسیری نازنین، آخرین سوالی که من مطرح میکنم که امیدوارم بعدها در آینده ما بیشتر بتونیم با هم همکاری بکنیم در زمینه‌های مسائل مربوط به زنان و حقوق بشر، این سوال من اینه که آیا افکار عمومی آلمان واقعا به اون حقایقی که به خصوص در مورد زنان، ظلم هایی که جمهوری اسلامی به زنان مملکت ما انجام میده، این آشنایی رو بیشتر پیدا کردن؟ یعنی واقعا میدونن در ایران زنان ما حالا در قسمت های مختلف، چه به عنوان وکیل، چه به عنوان نمیدونم فعالین کمپین 1,000,000 امضایی، اینا چه شرایطی برشون حاکمه؟ بله، فکر میکنم که تا حدود زیادی به طور کلی مردم آلمان خبر دارن و رسانه آلمان میپردازن، منتها به طور کلی به نظر من دردی به دوا نمیکنه، چنانچه که مثلا شما اگه به یه نفر بریم بگیم که در فلان کشور مثلا 200,000 نفر اعدام شدن، حتما اونا ناراحت میشن، ولی این احساس نزدیکی رو نمی کنن یا نمی دیدن، تا اینکه مثلا شما یه فیلمی نشون بدین در مورد شکنجه که سرنوشت یک نفر رو نشون بده ولی با ذکر جزئیات، و این آدم ها رو بیشتر تاثیر می گیره. به نظر من چیزی که کمبودش رو داریم اینجا در حقیقت اطلاعات نیست، اطلاعاتی که تو روزنامه بیاد که خب تبعیض حقوق دارن زنها و اجازه سفر ندارن، نمیدونم مردها میتونن با چند همسر ازدواج کنن،
اینا به نظر من تا حدودی روشنه و زیاد دردی رو روا نمی‌کنه. اون چیزی که به نظر من کم بودش هست ترجمه اینا تو زمینه‌های هنری، تو زمینه ادبی، که مثلا فرضاً یه رمانی تو این زمینه نوشته بشه، داستان‌هایی تو این زمینه نوشته بشه که آدما خودشون رو در میان ماجرا ببینن و نه اینکه مثلا روزنامه رو بخونن و بخونن که مثلا یک مرد چند همسر داره. بخیر، سپاسگزارم خانم بصیری نازنین. من سعی میکنم که تا اونجا که شما فرصت دارید و اجازه به من میدید در برنامه های ما شرکت بکنید، لاغت به قول شما از این فرم مردانه برنامه ها درات و راجع به مسائل دیگه که من چندین سوال داشتم، در هر مسئله من میتونم ده ها سوال دیگه مطرح کنم. متاسفانه فرصت زیاد نیست، دارم بر بار اول نمیخوام شما رو خسته کنم. اجازه میدید من بازم تماس بگیرم باهاتون و در این برنامه با هم صحبت بکنیم؟ خیلی سپاسگزارم ازتون، تا بار آینده که با هم دیگه صحبت خواهیم کرد. خیلی ممنون. خواهش میکنم. خب عمیانان گرامی، به همینجا برنامه من به پایان رسید. سپاسگزارم که به برنامه من توجه کردید. تا برنامه آینده، خدا نگهدار. زنده باد آزادی. پاینده ایران.